صحابه برترین این امت از لحاظ نفس و نیکوترین آنان از لحاظ قلب و عمیقترین آنان از لحاظ علم و کمترین آنان از لحاظ تکلفند ایشان داناترین امت به مراد الله متعال در کتابش و مراد رسول الله صلی الله علیه و در سنتش می باشند و ایشان کاملترین امت در خیرخواهی و دورترین مردم از بدعت و هوا و هوس نفسانی از حقوق آنان بر ما احتراف به آنچه از وسی از فضیلت ایشان ثابت گردیده و غران نمودن به آنچه در مورد فضیلت ایشان به صحت رسیده است می باشد. همچنان دوست داشتن قلبی و اعلام رضایت از ایشان با زبان به خاطر سبقت و بعض کارهای نیک و احسانشان است. آموختن از ایشان و اقتدا به آنان به وجه پسندیده همراه با سالم ماندن دلها از کینه یا نفرت نسبت به هر یک از آنها. اعتقاد به این که دشنام دادن و یا لعنت کردن آنان از شدیدترین امور حرام است زیرا این امر با آنچه که قرآن از پاکی ایشان و توصیف ایشان و وعده نیکی که برای آنان بیان داشته است در تضاد بوده و در برابر رسول الله صلی الله علیه و که به دوست داشتن آنان دستور داده و از دو دشنام دادن ایشان منع نموده است بی ادبی به شمار می رود زیرا او صلی الله علیه فرموده است اصحابم را دشنام ندهید سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست اگر یکی از شما به مانند کوه احود تلا صدقه دهد به اندازه مشت یکی از آنان و یا نصف آن نمیرسد خودداری از وارد شدن در مسائلی که ایشان اختلاف نمودند و اعتقاد به این که آنان مشتهدانی بودند که اجر نصیبشان شده است زیرا کسی از آنان که در اجتهادش به حق رسیده برایش دو پاداش برایش دو پا و برای کسی که از آنان که در اجتهادش خطا نموده یک پا تعلق می گیرد اجتناب سر هایی که به ایشان نسبت داده می شود زیرا همه آن دروغی است بر بافته شده و که در این مورد از ایشان ثابت شده است چیز اندک و کمی است در بحر حسنات ایشان اعتقاد به این که در فضیلت متوا... متواوت هستند و همه آنان برترند بنا برترین آنان خلفای راشدینند سپس ده نفری که به بهشت مجد داده شدند سپس آنانی که در غزوه بعد اشتراک نمودند سپس کسانی که در بیعت رزوان اشتراک داشتند و به همین ترتیب دعای رحمت و طلب آمرزش برای آنان